هشتمین مسابقه بین المللی اوید با جودو میان نورسان برای دریافت جایزه کارمند شایسته تربیت جسمانی و ورزش میرزا حکیم امیدوف در ناحیه مسجد با شکوه و شهامت خاصه برگزار می شود. در مراسم افتتاح اشتراکچیان مسابقات و همچنین مربیان داوران هم ابراز نظر کردند که محض این مسابقات برای دریافت چهره های اصیل و باز هم هوسمند نمودن دیگر نورسان و جوانان زمینه مساعد را فراهم می آورند. معاون یکمی رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان نظرزاده رضا شادی در سمت هوسمندگردانی نسل نورس و برگزاری این مسابقات اظهار نظر نموده بیان داشت که مز در ناحیه مسجد سالهای اخیر توسط کار مربیان جوان انکشاف ورزش از همه معمول مملکت گوشتین جودو رشد تازه پیدا نموده برگزاری مسابقات و همچنین کشف چهره های اصیل نسبت به سالهای قبلی بیشتر به نظر می رسند. نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه مسجد نیز رقابت این مسابقات و جمع آمدن چهره های اصیل را هم عامل اساسی رشد گوشین جودو در این منطقه بیان کردند. از جانب مسئولین مسابقات پیش از آغاز سبقت های اساسی این چهارگانه باشکوه افتخارنامه، سپاسنامه و دیگر تحفه های خاطروی تقدیم کرده شد. ساحه تربیت جسمانی و ورزش و همچنین گوشتین جودو با افتخار صاحبکاران انفرادی ناحیه مسجد سال تا سال رشد و انکشاف می یابد که نفران دستاندرکاران و مسئولین و مربیان و سابقه‌داران ورزش ناحیه مسجد سپاسنامه و تحفه های خاطروی در فضای تنتنوی تقدیم کرده شد و با همین تمنا و آرزوهای نیک همه اشتراکچیان مسابقات از برگزاری این چهارگانه سپاس و منت‌پذیری نمودم و بعد این شکوه و نصرت و جلال خاصه مسابقات مرحله اساسی دور نهایی برای دریافت 18 مدال طلای این مسابقات در دو سن و سال نیروسنجی ها با تنتنا آغاز گردیدند. دوستان ارجمند، مخلصان گوشین جودو، گروه ایجادی و تکنیکی استودیوی سیار تلویزیون ورزش در مکان برگزاری هشتمین مسابقه جمهوریوی اوید با جودو برای دریافت جایزه کارمند شایسته تربیت جسمانی و ورزش جمهوری تاجیکستان در یکی از مجمع های باشکوه ورزشی ناحیه مسجد قرار دارد. رقابت پهلوانان سن و سالشان 2008، سالهای تولدشان 2010 آغاز گردید. در وزن تا 32 کیلو نیازاده عبدالرزاق از ولایت سوخت و همچنین فضل الدین نصرت از ولایت سوخت هم در میدان گردیدند. وزر به عبدالرزاق نیازاده داده شد. مذارت فضل الدین نصراتوف با خلعت سفید است، چون وزر بهاگذاری گردید و در این جریان میبینیم که باز هم نیروسنجی پهلوانانی وزنشان تا 32 کیلو چگونه صورت میگیرد. جمشید خلیلوف داوری درجه جمهوریوی حالا با فضل الدین شی داد. عبدالرزاق نیازاده با خلعت سفید از ابتدا یک سخن و در صورت مجلس هم اندکه اینجا تفاوت بود. عبدالرزاق نیازاده چون ابتدا هم چنین معرفی کردیم، طرز درستش هم همین است. در مسابقات امسال البته 160 نفر ورزشگر از تمام مناطق جمهوری شرکت ورزیدند و در مراسم افتتاح هم قید گردید از جانب مسئولین و مخصوصا مربیان که اشتراک دسته نورسان شهر بخارای ازبکستان
به این مسابقات باز حسن دیگر زم کرد. حرکتی باز هم فضل‌الدین نصراتوف اندکه بهتر بود برای دریافت وزاری، اما اینجا تا به نقطه نهایی این عمل کرد خاتمه دادن نشد. نه حرکتی نیست، داور هم در این جریان اشاره میکند که نیروسنجی باز در مرکز میدان صورت میگیرد. عبدالرزاق نیازادا شیدو گرفت، اکنون هر دو هم شیدو دارند و نیازادا باز یک ابتدا وزری که داشت حالا امکان دارد. آی پون بسیار هم داد. پهلوان هر دو پهلوان سوغدی و امروز هم فضل‌الدین نصراتوف نسبت به رقیبش بر راستی هنرش فرق کننده بود. توجه میکنیم دوستانی عزیز باز هم به نیروسنجی ورزشگران در وزن تا 35 کیلو میدانداری ابوبکر خداییف از شهر دوشنبه خیلی خوب بود. این پهلوان هم مهارت والا نشان داد، سه غلبه به دست آورد و به فینال برآمد. در این وزن پهلوان سوغدی سرباز رحیموف که خلعت کبود دارد با سه حریف خود هم تا این مرحله کامیاب شد و با این دور راه یافت. توجه میکنیم اکنون با ادامه مبارزه پهلوانان. خدایوف در دوری اول آزاد بود، بعدن علی اکبر خلزاده را پهلوان دسته شهر و نهیه های تابعه مرکز را مغلوب کرد و همچنین زیور بای مرزایف را ورزشگری خوتلان را هم در دوری بعدی شکست داد و در یک دور آزاد و بسیار امکانیت خوب را هم استفاده کرد. ابوبکر تحت راهبری قبلگاهش عزت خداییف مشورزی میکند. ابوبکر خیلی خیلی فعال هست و در این جریان علاقه فعالی خود رو هم نشان داد و صاحب امتیاز گردید. سرباز باشد در دیدار اول آزاد و در رقابت بعدی صدرالدین سیدوف از ازبکستان رو دوچار شکست نمود و همین طور به دوری بعدی راه خط گرفت. در دوری بعدی باز هم با محمد رحیموف چون نیروسنجی کرد و با همین ترتیب در یک دور آزاد بود و ادامه سبقت ها برایش خوب انجام یافتند. حرکت پهلوان شهر دوشنبه براستی درست بود. حالا اندکه بحث داوران به میان آمد و بعد نوارهای تکراری علاقه همون امتیازی داده شده باقی مونده است. ابوبکر با خلعت سفید است، نماینده شهر دوشنبه.
در خصوص هنرنمایی قبلیش هم اطلاع دادیم. حالا مبارزه پهلوانان ادامه می‌یابد. ابوبکر اکنون در یک رقابت دیگر هم جالبترین فرصت وزاری پون و در این جریان هم بسیار ابوبکر خوب درخشید و در وزن تا 35 کیلو رقیبش را پیش از مهلت دوچار شکست نمود و صاحب مدال طلا شد. معرفی پهلوانان موفق این وزن تا 38 کیلو توجه کنید. با خلعت سفید نجمیدین دولت مهربانی دسته شهر و نویه های توبه مرکز بونو خلعت سفید است و رقیدی و تحت رقمی دو عبدالجلیل کوزایل پس ولایت سوخ با خلعت کبور رقابت دومانی آباد اولو هر دو پهلوان جهت دریافتی امتیاز اولین وزاری کلان کرون اما موفق نیستند. حالت بر تخت پوش و اصطلاحی از سیتونی هولو جرایان نمیگیرد. نجمیتین دولت در رقابت اول محمد رحیم را دوشان شکست نمود، بعدا در مبارزه دوم مقابل مهربان کاشف از ولایت سوخ دست بالا گردید، در یک دور دیگر آزاد بود و به این مرحله راه یافت. هشتمین مسابقه جمهوریوی برای دریافت جایزه میرزا حکیم امید بود در ناحیه مسکن صورت گرفت. حالا نجمیدین دولت شیشو بگیرد. رقیب این ورزشکار گفتیم که از ولایت سوخ است، عبدالجلیل. این پهلوان در دیدار اول هم نورالله نادیر را مغلوب کرد و مانده این پهلوان را در سبقت بعدی هم مبارزهاش در مقابل شاه عزیز شاهین زاده از رشت هم خیلی بهتر بود. این ترتیب نیروسنجی برایش امکان داد که به مرحله نهایی برود. در وزن تا 38 کیلو هر دو پهلوان حالا مبارزه برده ایستادند. رقیب نجمیدین هم اندک ضعیفی خود را نشان داد، یعنی پسیوی تاور به او هم شیدو داد. نجمیدین دولت از این فرصت دارد، از این فرصت به عمل آمده خوب استفاده کرد. نظر هست حالا که به تخت پوش نگاه باشند خیلی هم صعود است اما نتوانید. با جسارت در این لحظه ها هم خیلی بهتر بود. عبدالجلیل کوزایل زاده خدا چون اشتباه کرد
نظری رو از دست داد. در حالت پرگیری فرصت مناسب داشت، اون رو هم مورد استفاده قرار دادن نتوانست. بالاخره کارش مشکل تر شد در مقابل نجم الدین دولت. در این طوری بود و اعظم رسول بن دو مربی جوان شهر نصاب شاگردان خود را به این مسابقه سفر کردند. از دستهای شهر و محلههای خودی مرکز حالا میبینیم که ورزشگر شلت سفه داشته فرصتی اندک بهتر هم برای خاتمه دادن نیروسنجی خوبی ستادن نکرد، اما فعالتر است رقیبش شوت را میگیرد. نجم الدین دولت ورزشگری که برای از کمتر از یک دقیقه دیگر لازم است که در این جریان همین پاس را باز باقی نگاه دارد، اما نتوانید. نظری را پهلوان سغدی عبدو جلیل فوزایلوف گرفت. حالتی از یکم به تخت پوش نگاه داشتن فراهم نشد، چونکه همان فرصت، همان یک لحظه که باید پای خود را از میان پایهای رقیب زود جدا میکرد و به حالت نگاه داشتی طبق قاعده شروع مینمود، اما وقتش آمد نکرد. هر دو شیدو دارند، هر دو هم وزری دارند. اکنون ما توجه میکنیم باز هم به ادامه نیروسنجی در وقت اضافه. برای امتیاز طلایی اکنون هر دو تلاش خواهند کرد. پهلوان سغدی تحت رهبری فریدون امید و مشورزی میکند، ورزشگری خلعت کبو داشته. حالا هم برای دریافت امتیاز طلایی هر دو مبارزهشون برابر است. براستی نجم الدین اکنون بسیار فرصت مناسب رو فراهم آورد، اما باز اکنون 10 ثانیه کافی است، اما نتوانست. عبدالجلیل فوزایلوف در حالت خیلی ناگوار بود، از این فرصت رها یافت. مبارزه را باز ادامه خواهد داد. برای امتیاز طلایی اکنون هر دو هم تلاش خواهند نمود. وزری و نهایتاً هم اینجا عبدالجلیل فوزایلوف در نهایت مبارزه اش هم ثمر آورد، امتیاز طلایی را صاحب شد. پهلوان سوخت داور تاکید میکند یک لحظه هم برای تماشای همین فرصت برانگیز توجه کنند. عبدالجلیل فوزایلوف همون امتیاز گرفتهش درست است و به همین ترتیب پهلوان سغدی نماینده ناحیه مسجد در وزن تا 38 کیلو برنده مدال طلا شد.
паҳлавонони вазни то 42 кило дар майдонанд. Муҳаммад Одинашоев аз дастаи шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ хилъати сафед дорад. Ҷаббор Одинаев аз вилояти Суғд, паҳлавони ноҳияи Мастшоҳ таҳти роҳбари ҷовиди Мирзо Ҳаким машқварзӣ мекунад. талоши ҳар ду паҳлавон дар ин ҷараён мебинем ки самаровар нест, аммо Ҷаббор Одинаев аз пои ҳариф дошт ки Анвар Умаров, довар аз шаҳри Бохтар, ба ӯ шидод дод. иштибоҳи дигарро ҳам ин ҷо пайхас кардан мумкин аст. яктарафа доштан. акнун Муҳаммад Одинашоев ҳам шидо мегирад. Одинашоев андаке боз ҳам ба қариб буд ки саҳлангорӣ роҳ диҳад, аммо боз дар ин ҷараён ҳолати ба тахтапӯш нигоҳ доштан фароҳам нашуд. қоидаҳои махсуси худро дорад, бояд дар чӣ ҳолат бояд варзишгар қарор дошта бошад, пойҳояш як тараф бошанд ва баъдан бо ишораи махсуси даст довар инҷо ҳам рафти идора кардани рақибро ё ҷараёни истифодаи ин усулро ҳам ишора мекунад. ҷовиди Мирзо Ҳаким ба Ҷаббор Одинаев соли сеюм аст ки тамрин медиҳад. Ҷаббор Одинаев вазъияташ мураккабтар мешавад. паҳлавони Суғди ҳам бисёр ҳам дар вазъияти ногувор аст. аз ин ҳолат боз ҳам Муҳаммад Одинашоев хуб истифода кард ва ҷолибтарин фурсатро ҳам фароҳам овард. бале, Муҳаммад Одинашоев намояндаи дастаи шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ. Муҳаммад Одинашоев дар ин дидор пеш аз муҳлат комёб гардид ва барандаи медали тилло гардид. паҳлавонони вазни то 46 кило ҳоло дар майдонанд. дар ҳаштумин мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба гӯшини ҷудо байни наврасони сину соли 2008-2010 барои дарёфти ҷоизаи корманди шоистаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиши ҷумҳурии тоҷикистон Мирзо Ҳаким Умедов, ҳар ду паҳлавон ҳам муваффақ шуданд ки дар ин марҳила ҳоло қарор доранд. гузориши мо аз нирӯсанҷиҳои давриниҳои манзури шумост. Шарофиддин Давлатов варзишгаре ки хилъати сафед дорад, рақиби ӯ аз дастаи шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ Муродали Халилов мебошад. халилов дар амалҳои партерӣ он қадар таҷриба надорад, чунки муқовимати Шарофиддин Давлатовро мебинем ки дар ин ҷараён андаке бештар аст, аммо инҷо ҳам ҷиҳати дарёфти натиҷаи арзанда боз дигар омил, дигар унсур
دیگر حرکت ها باید یک نقشی الهیده خود رو داشته باشند. ای 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 کوشش پهلوانان خوب بود اما حرکت از این نقطه بود. دیگر بار هم برای داور این رو تصدیق میکند که یکان امتیاز اینجا دیدن نمیشود. انور عمرف در زمانی که هنرنمایی میکرد در گوشتین ملی خیلی پهلوان مردمی بود، در میدان های نوروزی و در دیگر تنتنه های ایدی گوشتین سنتی. حالا مربی است در شهر باختر. امروز هم یک چند نفر شاگردانش رو دیدیم که به مرحله نهایی راه یافتند، برای مدال برنجی هم موفق شدند و در مجموع کاری انور خوب است. از آن نتایجی که ما میدانیم میان نورسان شاگردانش بیشتر در دو سال اخیر به دست آوردند، این گفته ها را تقویت بخشیده می تواند. خلیلوف مرادعلی اکنون می تواند رقیبش را به سمت چپ هوا دهد، اما مرادعلی باز هم نیروسنجیش آنقدر خوب انجام نمی یابد. کریم طالبوف مربی این ورزشگر از نیمه چپ چون اشاره می کند به شاگردش که روندی تلاش هایش باید مقصد ناک باشند و دل پرانه باشند. آهسته آهسته دو دلگی به میان آمدن و اندکی باز هم عقب نشینی کردن در این روند آنقدر باعث بهبودی کار نخواهد بود. شرافالدین نسبت به دقیقه اول اندکه مبارزه سوستر شد. برسی پهلوان شهر حصار که خلعت کبود دارد دو هجوم نسبت به رقیبش بیشتر کرده است. در 3 دقیقه وقتی اساسی غالب معین نشد. اکنون برای امتیاز طلایی هر دو پهلوان مبارزه خواهم برد. این دویومین رقابت نهایی محسوب می‌یابد که برای امتیاز طلایی تلاش می‌ورزند. شرافالدین هر دو هم در یک وقت داشتن گریبان را خوب آغاز کردند، اما پهلوان شهر حصار انگشتش داخل سر آستین رقیب شد، شیدو میگیرد. برای این کار باید مجازات است. ایپون بسیار هم در فرصت مناسب حریفش را دریافت، از آن حالت خوب استفاده کرد و در وزن تا 46 کیلو اینجا برنده مدال طلا شد. Thank you.
پهلوانان سالهای تولدشان 2008 و 2010 حالا میدانداری را ادامه می دهند. فیاض نظرف پهلوان سغدی خلعت سفید دارد. بهادر حسن جان بهادر هم از سغد است. تحت رهبری میرزا جاوید امیدزاده تمرین می کند. دستپرور مکتب ورزشی ناحیه مسچاه. هر دو هم از یک دیگر در حراسند. حسن جان بهادر از این وضعیت رهای و ما اشتباهی را که میبینیم پشتی سر کردن این لحظه ها مشکل است، چون که بسیار انور عمروف زیرک و هوشیار و چابک از این لحظه ها را زود پیخست میکند. به حسن جان بهادر شید داد برای این اشتباهش. مبارزه همانا ادامه خواهد یافت. اکنون باز هم میبینیم آی در لحظه مناسب فیاض نظرف حرکت خوب کرد اما کامیاب نشد. مبارزه پهلوانان همانا اکنون ادامه خواهد یافت. پیش از این لحظه اوی نیروسنجی خیلی هم اکنون حسن جان بهادر از توصیه مربیش خوب استفاده کرد. در وزن تا 55 کیلو کامیاب شد و بسیار هم فیاض نظر رو به خطاگی بزرگ راه داد. پهلوانان دیگر را معرفی میکنیم. شاهین عزیزاده ورزشگری که خلعت سفید دارد این از سغد است. فیض‌علی رحمانوف هم پهلوان سغدی هر دو از ناحیه مسچاهند تحت رهبری برادران فریدون و میرزا حکیم امیدوف ها مشق ورزی میکنند. ورزشگرانی که البته از روی اطلاع مربیشان آینده خوب دارند و شاهین عزیزاده در دو مسابقات قبلی که در ولایت سوخ شد یک نتیجه بهتر رو هم به دست آورد. حالا باز هم رفتی سبقت پهلوانان باز فکر میکنم جالبتر خواهد شد. وزن پهلوانان 60 کیلو رو در بر میگیرد. اوی وزاری فیض‌علی رحمانوف حریف رو در حالت مناسب دریافت. حرکت انجام دادهش وزاری به گذاری شد. در ناحیه مسچاه مبالغه نیست که گوشتینی جدا میانی نورسان خیلی رشد میکند. شیدا به فیض‌علی رحمانوف داده شد. از سری استین حریف رقیب شاهین عزیزاده نادرست داشت. اکنون هر دو پهلوان هم در حالت مناسب نتوانیست. فیض‌علی رحمانوف بسیار هم
چابوکانه ماهرانه در این جریان حرکت کرد. اما دیگر باره در این لحظه ها کامیاب نشد، چونکه شاهین عزیزاده خوب احساس کرد این اصول، این استفاده سری وقتی حرکت یا اصول رقیب رو و عکس عمل رو هم براه موند، یعنی خوب دفاع کرده توانیست. اما شاهین باید زیرکتر باشد، چونکه یک وزاری را از دست داده است، یک حرکتی دیگر را هم برای خاتمه بابرارش تلاش کرد. با مناسب ترین لحظه، مناسب ترین لحظه تا 20 ثانیه اگر این مراتبه تواند، واقعا هم شاهین عزیزاده مخلصی زیاد دارد، وزاری گرفت. ثانیه های بشمار انجام، نهایتا هم شاهین عزیزاده اثبات کرد که اون نفر تصادف نیست و حریف را در فرصت خیلی خوب با تخت پوش 20 ثانیه نگاه داشت و پیش از مهلت او را تسلیم کرد. احسنش میگویم، بسیار هم ورزشگر امیدبخش شاهین عزیزاده، نماینده ناحیه مسجاه، شاگرد برادران هم فریدون و هم محمد جاوید امیدزادان. رقابت رو باز همینجا پهلوانان وزنی تا 66 کیلو آغاز کردم. ابوبکر عبدو جلیل زاده از شهر دوشنبه، خلعت سفید دارد این پهلوانی که بار اول، چون ما با او هم مصاحبه انجام دادیم، بار اول حال بار اول و نهایت محسن احمدزاده نتوانست از این مبارزه نتیجه بهتر به دست آورد. پهلوان ناحیه مسجاه ولایت سوخت در دقیقه اول ناکام شد و ابوبکر عبدالجلیل زاده یک پرتافت جالب کرد و دست بالا شد و برنده مدال طلا گردید. احسنش میگویم، فیاض عبدالجلیل زاده را قبلا 12 سال پیش مخلصان در میدانهای گوشین سنتی خیلی خوب میدونستند که امروز این سلاله را پسرانش ابوبکر، محمد و امین جان ادامه میدهند. در وزن جمع 66 کیلو میان نورسان سالهای تولدشان 2008 2010 بهروز احمدوف و غفورزاده صبور به مرحله نهایی راه یافتند. بهروز از ناحیه مسجاه است، رقیبش حرکت غیر قاعده را اینجا نشان داد، چون داور که کندن گریبان رقیبان ترتیبه که چون مشاهده می شود از جانب این ورزشگر غفورزاده صبور نادرست بود. وزن آخرین پهلوانان نورسی سالهای تولدشان 2008-2010 در مسابقه جمهوریوی ناحیه مسجد برای دریافت جایزه میرزا حکیم امیدوف. به هر دو پهلوان بنابر سبب سست نیروسنجی کردنشون داور این شیدو است. این ورزشگر رو برقصدانه من فکر میکنم خنساک مکی از میدان، چون اینجا هم خارج کردنش از استثنا دور نیست.
بله همین طور هم است و واقعا غفورزاده صبور به آدابانه اینجا عمل کرد، حرکت هایش کاملا نگران کننده و بعد این ترتیب بهروز احمدوف از سوخت با گرفتن مدال طلای وزن جمع 66 کیلو شرفیاب گردید. مهراب اکبرزاده پهلوان خلعت سفید داشته است. عثمان فاضل با خلعت کبود در میدان است. اکنون با نورسان سین و سال دیگر گذشتیم. با تحلیل نیروسنجی های این ورزشگران توجه میکنیم. سالهای تولدشان 2005-2007 را در بر میگیرد. در ناحیه مسجد این رقابت ها هم خیلی جالب تر صورت گرفتند. مهراب اکبرشاه حالا اکنون از حالت خوبی به عمل آمده نه خوبی استفاده نمی کند. جمشید خلیلوف در این روند هم برای بله حرکت های غیر قایده دست فشوری های بیاساسی هر دو پهلوان شیدو می دهد با این دو ورزشگری وزنی تا 42 کیلو. اصول سر کتی فیدو از جانب مهراب خوب آغاز شد. فرصت بوقی نمودن رقیب هم فراهم شد. اگر باز گریبون حریفش رو هم عثمان فاضل و باز هم از این کوتاه تر دارد. مهراب اکبرشا از این حالت رهایی یافت. قوازمایی هر دو پهلوان براسی سوستر اگر قیاس کنیم نسبت به پهلوانانی که اندک پیشتر بودن بله برکندن اون حرکت نوبتی حریف که از گریب چون گریبان رو اشاره کرد داور نادرست بود. شیدای دویم رو به عثمان فاضلوف داور هم منصوب دانست. اگر عثمان یک بار دیگر اشتباه کند اولین نفر محسوب می‌یابد در ناحیه مسجد که در مرحله نهایی با ناکامی ها و سلسله آگاهی های داور شکست خاطر می شود و جای دویم رو می گیرد. دو شیدا دارد زود زود به خطاگی راه می دهد. مهراب از این روحیه دیگر میگیرد. به حال هم اکنون از سر یاسین یک دیگر هر دو پهلوان داشتند اما نه ترتیب نیروسنجی بهتر نیست. عثمان هم خواست که بدون ایست حریف رو باز هم فشار آورد در حالت پرتری یا لااقل کتف مهراب اکبرشاه رو هم اگر با حالتی همون دلخواهی خود برده رسانیده می توانیست اکنون وزاری هم می شود. نه اندکه با سرعتر با جرعتر باید پهلوانان مبارزه برند. دیگر جای عقب نشینی یا برگشت نیست. باید قامت راست
باید همون درک مسئولیت جهت دریافت فرصت مناسب رقیب اینجا هم بیشتر باشد. اما میبینیم که از یک دیگر باز هم در شبهند. نورسانی که امروز در حقیقت 14 تا 16 ساله ها این سین و سال دویومی مسابقات امروز است که میدان داری کرده استادم، یعنی رقابت ها در این مسابقه جایزه میرزا حکیم امیدوف در دو سین و سال صورت گرفتند. یک جهتی فرق کننده این مسابقات این است که این سال یک کچین های شهر و نواحی مملکت به مسابقه دعوت شدند، مدام که چنین است باید همون چهره های سرشناس باید یک متانتی خود رو هم نشان دهند. تشکر برادرای نیازید برای توجهتان. اندک پیشتر در این مورد ما گفتیم که اگر همین حالت باز هم ادامه یابد، بدون شک بدون گفتگو الکای مهراب اکبرشاه غالب می آید و اولین نفری که توسط آگاهی ها ناکام شد در این مسابقات این عثمان فاضیلوف می باشد. وزنی تا 42 کیلو به میدان برآمد. غالب را ما معرفی کردیم که مهراب اکبرشاه بود. آی 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 آن این ترتیبی دیگر است. وزاری سیف الله‌زاده سیراج الدین پهلوان شهر دوشنبه بسیار هم به یک پرتافتی جالب صاحب وزاری شد. آتابک ابراهیم و پهلوان خوتلان خلعت کبود دارد، به سراسیمگی راه داد. باز یک بار دیگر اگر چون این فرصت چون این حالت مناسب هم به سیف الله‌زاده سیراج الدین دست دهد، الکای قوه آزمایی خاتمه خواهد یافت. ورزشگری خوتلان معلوم است که تجربهش اندک کمتر است. دانستن بند و اصول قاعده های جودو برای این ورزشگر بسیار مهم است. سیف الله‌زاده هم حرکت اولی که مناسب بود برای وزیر خوب انجامش داد. دو کوشش دیگر را هم به مانند همان حرکت اوله نشان داد، اما در دو کوشش هم نتیجه دلخواهش را به دست آوردن نتوانست. بشید و مجازات می شود. بله سیراج الدین باز هم حرکت یک طرف اش داور رو به طرف نگذاشت. پهلوان خطلانی فشار رو برای باز هم بوغی کردن رقیب اینجا می تواند یا حالت به تخت پشت نگاه داشتن دو چند سازد. با همون شکل اسلوبی که چین در گوشتینی جدا و چی در نمودهای دیگری که ما میبینین در حالتهای پرتری در طرز آزاد و رومی یونانی هم میتوان برای نگاهداشت حالت توشه هم خوب استفاده شود، اما این روند به پهلوان خوتلان کمک کرده نتوانیست.
مبارزه ادامه می‌یابد. با دریافت یک وزر سیف الله‌زاده سراج الدین پیش صف است. اوتابیگ ابراهیموف خیلی کوشش دارد برای اصلاح نمودن خطاگیش. دقیقه آخرین مبارزه پهلوانان است. کمر بند رو داور اشاره دارد که درست کنید. طرز بستنی خاصی خود را دارد نیروس کمربند پهلوانان در گوشینی جودو. وزاری هست. اوتابیک هم حریف را بسیار در حالت مناسب دریافت است. وزاری دارد اما پای رقیبش را هم اوتابیک باید از این حالت زود برطرف میکرد. نتیجه برابر شد. سراج الدین اکنون از کمربند خوب حرکتش باز هم خوب انجام نیافت. میبینیم که در لحظه مناسب در فرصتی خیلی کوتاه چون سبقت آغاز گردید سراج الدین سیف الله‌زاده امتیاز اول را صاحب شد و بعدا به خطاگی راه داد پهلوان خوتلان و اوتابیک ابراهیموف. نتیجه را برابر ساخت. ضرورتی به میان آمد که باز هم تو بازمایی پهلوانان اینجا جریان گیرد. در وقت اضافه همین اصول رو براسی سراج الدین سیف الله‌زاده خیلی دوست می‌دارد. بیشتر رجوع میکند که همین کار رو انجام دهد. پیشانی اشان دکی آسیب دیده است. سراج الدین به یاری تعجیلی طبی نیاز دارد. وزاری دقیقاً وزاری هست. اوتابیک ابراهیم پهلوان ناحیه خراسان از ولایت قتلان بسیار هم از خسته حالی سراج الدین سیف الله‌زاده پهلوان دوشنبه شهر استفاده کرد و سزاوار مدال طلا شد. در وزن تا 50 کیلو حالا به میدان دعوت شدند. شهباز نعمت از شهر دوشنبه و احسان میرساقیوف از ولایت سوخت. میرساقیوف خلعت کبو دارد. پهلوان دوشنبه شهر با یک تک سفید است. رفتی مبارزه ورزشگران براسی باید اکنون جالب تر باشد. از سری یاسین میرساقیوف نادرست داشت شیدا گرفت.
پهلوانان دیگر هم باید این کار رو دیگر بار انجام ندهند. یک لحظه توجه میرساقیو بود برای حالت نادرست داشتن رقیب را اشاره کرد و جمشید خلیلوف این را هم دید. باز از راست مبارزه پهلوانان جریان میگیرد. شهباز با عملهای پارتیری اونقدر رجوع ندارد، از حساب کم بودن تجربه اش از این. باز هم مبارزه اکنون در وقتی اساسی ادامه می‌یابد. یک براسی هر دو واقف نیستند از تمرین پیوسته و باز هم از حالت های خیلی مناسب و موافق برای دریافت این فرصت. ایپون ایپون و بسیار هم احسان میرساقیوف در این فرصت خوب. هر دو پهلوان هم از ولایت سوق بودند. میرساقیوف پهلوان ناحیه مسجاه سری وقت رقیب را دچار شکست نمود. رجبک فایزیوف پهلوان از جمهوری ازبکستان با خلعت سفید است. محمد اقبال آخونوف از ناحیه مسجد جمهوری تاجیکستان. محمد اقبال تاشوف را میدانیم، اما محمد اقبال آخونوف را بروسی بار اول است که در چنین لحظه های حساس میبینیم. اما کفکوبی دارن محمد اقبال و پهلوانی ازبکستانی هم میبینیم که در دیدار اول هنگام مبارزه با سعدالله اسماعیل زاده هم هنرش خوب درخشید و بعدا الهام محمود و پهلوان رشتی رو هم شکست داد. نماینده ازبکستان به هر دو داور شیدو میدهد برای سوز هنرنمایی کردنشون. و رجبک فایزیوف باشد در دیدار اول توران احمدوف را مغلوب نمود، نماینده سوغد را. اثر یاسینی رقیب داشت، اصول دوست داشتهاش هم بیشتر همین است. رجبک فایزیوف هم پهلوان خیلی امید بخش، یکی از نورسان موفق در مسابقات این ساله جایزه میرزا حکیم امیدوف بود. براستی یک دسته مکمل شهر بخارای جمهوری ازبکستان در این مسابقات شرکت داشت، اما تنها یک نفرشون به فینال برآمدند. مبارزا بسیار پرشدت است، بسیار حساس. محمد اقبال آخونوف احتیاط کارانه مبارزه میبرد.
چونین هم باید باشد. رجبک در دور اول توران احمدوف را مغلوب کرد. در مبارزه با عمر شیروف از شهر دوشنبه هم پهلوان ازبکستانی دست بالا شد. در یک دور آزاد بود و بعدن به فینال راه یافت. محمد اقبال از سری آستین رقیب داشته است اما موفق نشد. دو پهلوان کشورهای همجوار تاجیکستان و ازبکستان در مسابقه جمهوریوی برای دریافت جایزه میرزا حکیم امیدوف بسیار هم قابلیت خوب نشان داده ایستادند. هر دو ارزنده. در وقتی اساسی غالب معین نگردید. امتیاز طلایی اکنون به کی میسر میگردد؟ با محمد اقبال آخون و پهلوان خلعت کبوداشته تاجیکستانی یا با رجبک فیضی و نماینده ازبکستان. اوی 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 خیلی هم رجوع حالتی بوقی کرده فراهم شد یا نه؟ بسیار هم هیجان. اندکه وضعیتش مرکب‌تر شد. با همین طور محمد اقبال آخونوف حریف را بسیار هم با امان اصولی معمول پرتری چون بوغی کرد به هوش نمود و در این فرصت خیلی هم مهارت بالا و سرعت تیز هم داشت. احسن توجه میکنیم باز هم با معرفی دیگران عادل جان سیدوف. عادل جان سیدوف پهلوان ازبکستانی خلعت سفید دارد. اکنون ورزشگر خلعت کبود داشته این از ولایت سوغد است بنیامین نظیروف. پهلوان تاجیکستانی حالا رجوع دارد برای فشار آوری جهت دریافت فرصت مناسب برای بوغی کردن رقیب. اندکه ما معلومات چون دادیم که یک نفر ورزشگران ازبکستان به مرحله نهایی برآمدن، تنها ما همان یک سن و سال را در نظر داشتیم. سپس در دو سن سال این نفر دیگری که باز هم در این مرحله فعالتر بود، نمونه بود و حالا میبینیم که اکنون ادامه مبارزه پهلوانان چی ثمر به بار می آورد. Thank you.
این رقابت هم خیلی پرشدت است. وقتی که نمایندگان دو کشور همجوار میدان داری میکنند، اینجا هم هیجان و کسبیت ملکه باز هم افضلتر به نظر میرسد. عادل‌جان سعیدوف در دیدار اول شهرو غلامزاده را مغلوب کرد. در مبارزه اورنگزیب حفیظزاده هم کامیاب شد، در یک دور آزاد بود و اکنون به این مرحله نهایی آمد. عادل‌جان سعیدوف وزر دارد. داور برای تصدیق این گفته ها دیگر بار توجه میکند به نوار تکراری. وزاری تصدیق شد. دودل جان سعید وزاری دارد. وزاری هست. وزاری پون. بله، با همین ترتیب اکنون پهلوانی ازبکستانی دودل جان سعید در وزن تا 60 کیلو خیلی خوب هنرنمایی کرد و بنیامین نظیروف را شکست داد و سزاوار مقام اول شد. مهردین اسدالایف نماینده ولایت سوخت با خلعت سفید است. عبدالله جان شریپوف از دسته ختلان با خلعت کبود. وزاری هست. مبارزه خیلی خوب آغاز گردید. مهردین اسدالایف ورزشگری ناحیه مسجو خیلی جرأت کرد، امتیاز اول را با آسانی ستانید. دیگر بار هم رجوع میکند از سری آسین نیو نزدیک به اورنج. از خلعت رقیب هم بسیار خوب داشته است. اندکی دیگر اگر دست رو جانب خود کوتاه‌تر میکشید، علکی برای خاتمه با برار این اصول امیدواری بیشتر میشد. وزاری پون. مهردین اسدالایف در وزن تا 66 کیلو خیلی خوب مهارتش رو نشان داد و پهلوان خوتلان رو پیش از مهلت مغلوب نمود. رقابت پهلوانان چون آغاز گردید. در وزن تا 73 کیلو امردین طاهرزاده پهلوان ناحیه مسچو خلعت سفید دارد و در مورد مهارت امین جان
عبدالجلیل زاده. ما قبلا هم گفته بودیم در یک چند گزارش های خود وزاری حالتی به تخت پوش نگاه داشتن هم فراهم است برای همین جان، اگر این دوازده تواند نتوانست وزاری گرفت. پهلوان شهری دوشنبه تحت رهبری عزت خدایو ورزشگری خلعت کبو داشتن مشت ورزی میکند جاوید میرزا حکیم. پهلوان خلعت سفید داشته را تمرین میدهد که بسیار هم با عقلانه کار کرد، بسیار هم همین جان عبدالجلیل زاده در این جریان هنرش خوب درخشید و دقیقا ثابت کرد که این ورزشگر از این هم نفران قوی اراده را میتواند که دوچار شکست کند. خیلی خوب وزن 81 مبارزه برای دریافت مدال طلای وزن 81 کیلو صورت گرفت. اینجا داوود نگمتوف پهلوان خلعت سفید داشته از شهر حصار، خیلی مهارتش تحت رهبری اعظم رسولوف مشق ورزی میکند، در اینجا کامیاب شد و احسان باباجانوف از سوخت دچار ناکامی گردید و با همین ترتیب پهلوان شهر حصار داوود نگمتوف غلبه صاف را بعد از توور. نیروسنجی آخرین این مسابقات میان ورزشگران سالهای تولدشان 2005-2007 شروع شد. محمد جان رحیمو خلعت سفید دارد، پهلوان شهر دوشنبه در وزن گران جمع 81 کیلو موفق شد به مرحله نهایی برآمد. عبدالصمد جمعه‌زاده این ورزشگر ولایت سوخت خلعت کبو دارد. مبارزه پهلوانان وزاری عبدالصمد جمعه‌زاده صاحب امتیاز اولین شد. در ابتدا داور وزاری بها گذاری کرد، اما تصدیق این گفته ها را اشاره نمود که از نمارهای تکراری ببینند و تصدیق وزاری این کار شد، یعنی بیکار کرده شد. در مبارزه پهلوانان یگان امتیاز نیست. اما این حالت خیلی هم خوبه.
و در این فرصت عبدالصمد جمعه‌زاده دقیقاً حرکتش به وزر ارزنده بود. مبارزه بازی دوم خواهد یافت. شیدو به عبدالصمد جمعه‌زاده داده شد چون که از میدان بیرون شد. محمد هرچند کوشش میکند که اکنون فرصت مناسب رو دریابد و زری عبدالصمد جمعه‌زاده در این رقابت به کامیابی نائل شد. عبدالصمد جمعه‌زاده دقیقا هم در این جریان مهارت بالایش را دیگر بار نشان داد و پهلوان مسجاهی در وزن جمع 81 کیلو برنده مدالی تیلو شد. به همه غالبان چون اینام و توفه ها تقدیم کردن. گزارش ما هم از جرایان نیروسنجی پهلوانان اینجا به انجام رسد. برای توجهتون دوستانی عزیز تشکر میگویم. سلامت و سرفراز باشید. برنامه های دیگر تلویزیونی ورزش ادامه دارند.